درود بر شما. 22 تیر ماه 1403 خورشیدی و 12 ژوئیه 2024 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به پرورش مراکز فساد و دزدی و سرکوب در ماه محرم در ایران. هر سال پیش از محرم خط تبلیغات و بسیج نیرو از بالا دیگه حکومت مذهبی مشخص میشه. امسال که فضای داخل حالا نسبتاً آرامه، موضوع مبارزه با اسرائیل خط اصلی است با توجه به بحران وضعیت خاورمیانه، اسرائیل، حزب الله به ویژه و حماس. سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرده 120 هزار هیئت مذهبی در کشور امسال مراسم محرم رو برگزار میکنن. قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مجموعاً 40 هزار نفر در ماه محرم برای برنامه‌های تبلیغی و مذهبی در سراسر کشور اعزام شده اند، گفت آنچه به عنوان مأموریت امروز جریان تبلیغ دین در سراسر کشور رخ نمایی می کند، پیگیری گفتمان مقاومت و تأکید بر عظمت خون سید الشهدا برای حرکت دادن به توده هاست، خصوصا که در سال گذشته شاهد جنایت های صهیونیست‌ها در غزه بوده و هستیم. مبلغان اعزامی به سراسر کشور نیز مقوله مهم تبیین گفتمان مقاومت را در دستور کار قرار خواهند داد. اینا در سطح ملی است، در سطح کشوری است، در سطح خارج از کشور که دیگه از بحث امشب ما جداست و خب میدونید که اونم همین خط رو دنبال میکنه به شیوه های دیگر متناسب با وضعیت چون ارتباطاتشون تروریسم بین الملل و غیره و غیره. اما دو تا موضوع است که هر سال بهش توجه میشه، ربطی به این رویداد داخلی و خارجی نداره. یک، مسئله سرگرم کردن نوجوانان و جوانان از طریق همین هیئت‌ها. دو، تکریم پیشوا. اینا پوسته رویه به اصطلاح فرهنگی فاشیسم مذهبی یعنی مغزشویی جامعه است. زیر این رویه، زیر این پوسته، امتیازها و درآمدهای کلان متولیان هیئت‌ها و مراکز تبلیغاتی حکومت که حالا بهش خواهیم پرداخت. نماینده‌های خامنه‌ای این شهر و اون روستا میرن میگن مداها افسران جنگ نرم حکومت اسلامی با دشمنان این حکومتن. ارتش این افسر و کیان؟ سینه زنان شاه دین، سینه زنا و زنجیر زنا و قمه کشا و دستهای لاتولوت بسیجی محل با دو هدف: یک، سازماندهی نیروهای سرکوب محلات; دو، تزریق موسیقی امروزی پسند و رقص حلال به مداحی ها. دیسکوهای جمهوری اسلامی که البته فقط مردانه است، این دیسکوها بر بچه های محل و طبیعتاً لااقل بخششون رو جذب میکنه. پرورش آخوند حکومتی و مداحی رو دستگاه تبلیغات حکومت بهش میگه شاخه ای از هنر اسلامی. اساسا هنر اسلامی داریم یا نداریم خودش بحث مفصلی است. مداحی رو بهش میگه شاخه ای از هنر اسلامی. در حقیقت بخوایم معنا به زبان آدمبار بکنیمش، میشه شاخه ای از لاتولوت های سازمان یافته پشتیبان خامنه ای و حکومتش که از اول دهه 70 اوایل رهبر شدن خامنه ای این سازماندهی شروع شد. مداحی ها، اگر یادتون باشه یه بار در پرده آخر آخوندی رو پخش کردیم که داشت به شیوه خودش مدح خامنه ای میکرد. سایر مراجع دیگه هم همینطور. جامعیت آقا رو ندارن، سیادت آقا، فقاهت آقا، اصولی بودن آقا، مفسر بودن آقا، عارف بودن آقا، شاعر بودن آقا، شجاع بودن آقا، مدیر بودن آقا، انقلابی بودن قبل از انقلاب، انقلابی موندن آقا، سبیح المنظر بودن آقا. بله، سباحت منظر یکی از مرجعات در نماز جماعت مگه نیست؟ از خودتون هم میدونید اگر دو تا سیدم باشن، هر دو عالمن، هر دو عادلن، پشت سر اون سیدی که خوشگلتره نماز، این جزء مرجحاته. این
چاپلوسی تهوع‌آور واقعا ممکنه مسخره به نظر بیاد، از شاید بی‌حدی بلاهت این آدم خندتون هم بگیره، اما این آدم تنها نیست. این مدداهی ذل الله، این مدح ذل الله کردن در هیئت‌ها و منبرها سایه خدا خیلی رواج داره. حتما شنیدین. یک نمونه شو فقط برای اینکه وقتتون رو تلف نکنم، از یکی از مشهورترین مدداهای بیت رهبریشون، یعنی از محمود کریمی، برای نمونه مدت رهبرشون رو ببینید چجوری میکنن. الله 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 به اشاراتت، الله 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 به علاماتت، الله 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 به کراماتت، الله 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 به مقاماتت، الله 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 به ذکر عباداتت، با همه برتری مطیع رهبری، با همه برتری چه با سبا شدن، چه با سر لشکری، الله 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 چه علم داری، الله 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 چه سپه داری. پر از این چاپلوسی های بی حد و مرز از پیشوا در هیئت های مذهبی، به ویژه در این دهه محرم. اینا ساخت پرداخته خود خامنه ایست که مدداهی رو به جای رسونده که بهش میگه هنر متعالی. میفرمایند محیط مدداهی و خوانندگی دینی یک محیط پاک و مطهر است. نگذاریم آلودگی هایی که متاسفانه در دنیای هنر در بین مردمان بی قید و بی مبالات رواج پیدا کرده، به محیط هنر اسلامی و مذهبی در محیط های مذهبی رسوخ کند و نفوذ کند. این را مراقب باشید. هرچی مال ماست خوبه، مال دیگران بده. این آلودگی هایی که متاسفانه در دنیای هنر در بین مردمان بی قید و بی مبالات که میگی رواج پیدا کرده، این آلودگی ها چیه؟ مثلا دختر و پسر که نمیذارین قاطی باشن اصلا. حالا تو مدداهیاتون دختر و پسر که قاطی نیستن، که آخوندا فکر کنن اعلانه آلوده میشن اینا. خواننده زنم که ندارین، سازم که نشون نمیدین، مشروب الکلی هم که میگین تو این هیئت ها امکان نداره کسی بره بالا، جلوش و پشتش. خب پس آلودگی چیه که رهبر معظم و فرزانه میفرمایند؟ حتما آلودگی های پشت پرده ای رو میگه که ذاتی حجره ها و حوزه های علمیه و هیئت ها و منبر هاست. اونم کاریش نمیشه کرد. میگم ذاتی این نظامه، کاریش نمیشه کرد، ذاتی آخونده، مگر اینکه اصلا بساط حوزه و منبر و هیئت رو جمع کنی، که اینم درست برعکس مسیر این نظام مقدسه. پس می چیکار میکنی؟ زن و مرد رو جدا جدا میبری مدداهی، خوانندگی دینی به قول خامنه ای، جدا جدا میبریشون هیئت و اینا. خب زن در جمهوری اسلامی نباید آواز بخونه، حتی نباید بلند حرف بزنه، مبادا نامحرم صداشو بشنوه تحریک بشه، ولی مدداهی میتونه بکنه، میتونه بزنه زیر آواز هر جوری دلش میخواد. مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گیلان میفرمایند برای نخستین بار اجلاس بانوان مدداه در 20 اجلاسیه بین المللی پیر غلامان حسینی. ببینین همینجا رو نگه داریم، من میخوام یه بار دیگه اینو بخونم. ببینیم میگه پیر غلامان بانوان مدداه در اجلاسیه بین المللی پیر غلامان حسینی. تا اونجایی که ما میدونیم غلام و غلمان که لقب آقایون در قاموس اینا، ربطی به بانوان نداره. بعد میگه
برای نخستین بار اجلاس بانوان مداح در 20 اجلاسیه بین المللی پیر غلامان حسینی. من توضیح بیشتر نمیدم. در رشت برگزار شد. در این اجلاس 300 بانوی مداح از سراسر کشور حضور دارند که 150 نفر آنان از استان گیلان هستند. نمایش آیینی و مولودی خانی به زبان گیلکی و تجلیل و تکریم از بانوان مداح پیش کسوت از دیگر برنامه های این اجلاس به شمار می رود. پارسال برگزار شد 1402، امسال هم برگزار میشه. خیر است انشاءالله. اینا بودجه های کلان استانی و کشوری میگیرن، جدا از ردیف های بودجه که سازمان های شناخته شده مثل سازمان تبلیغات اسلامیشون میگیره. سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه جدا جدا بودجه از دولت میگیرن. بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم امسال 830 میلیارد تومنه، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی 4000 میلیارد تومن برای یه سال. این بودجه ها جدا از بودجه سازمان های مذهبی و تبلیغاتی و بنیادها و مراکز پژوهش آثار این و این آخوند و غیره و غیره است تا و غیر از درآمدهایی است که مثلا سازمان تبلیغات اسلامی از هولدینگ های انبوه هولدینگ های زیر نظر خودش داره بهره برداری میکنه. این ردیف های بودجه از سفره مردمه. بیش از 50% بودجه دولت مالیاتی است که هر ماه از درآمد هر ایرانی کسب میشه. امسال به گزارش اقتصاد نیوز سهم مالیات در بودجه سالانه از حدود 30% در سال 1400 به 53% در بودجه 1403 رسیده است. یاد بدم به اینا. محمد قمی وقتی که شد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، اولین ملاقات رسمیش در قم با مصباح یزدی بود. خب یعنی تکلیف از اول روشن بود، کما اینکه مصباح او رو به خامنه‌ای پیشنهاد کرد برای سازمان تبلیغات فاشیستی. یک دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم هم هست که رئیسش احمد واعظی است. دفتر تبلیغات حوزه علمی قم یه شعبه هم اخیراً زده در تهران، همینجوری داره گسترش پیدا میکنه. چه میکنن این دوتا ایستگاه تبلیغات حکومت اسلامی؟ یکی دفتر تبلیغات اسلامی، یکی سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه. خب در خدمت شما هستم آقای محمد خوشبیان، روحانی سابق و منبری سابق که 18 سال در حوزه علمی قم بودن، تا سال 98 بیش از 10 سال در قم و شهرها و استانهای دیگه منبر میرفتن. شلوغ هم بود منبرشون، فیلم ها و عکس ها و ایناش هست رو اینترنت، همچنان میتونیم ببینین اگه دلتون میخواد البته. و طبیعتاً با عده‌ای از آخوندهای حکومتی و هیئت گذاران حشر و نشر داشتن آقای خوشبیان و با سازوکار اینا مخصوصا در ماه محرم بیش از بسیارانی آشنا هستن. آقای خوشبیان، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه که بودجه های جدا جدا دارن، کار اصلیشون چیه؟ سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. سازمان تبلیغات می دونیم پای گزارش روح‌الله خمینی بود و از همون اول به تفکرات ولایت مطلقه فقیه، پیروان ولایت مطلقه فقیه پرداخت و همون بحث هلال شیعی که آشوب در کشورهای مختلف مخصوصا در خاورمیانه برپا کنند رو مأموریت سازمان تبلیغات این بود. کنار اون خب دفتر تبلیغات اسلامی هم در همین راستا شروع کرد به کار کردن. دفتر تبلیغات اسلامی از همون اولی که استارتش رو زد شروع کرد به مصادره اموال. مثلا ساختمان مرکزیشون که میدون انتهای خیابان صفایی قم هستش، خب مال یکی از مراجع منتقد رژیم بود که این رو مصادره کردن. حالا اگر بخوام بگیم کنار بودجه هایی که اینها میگیرن چه کارهایی میکنن و از کجا منبع درآمد دارن، منبع درآمد بیشتری دارن، من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید مختصر یک نتیجه بتونیم مخصوصا از لحاظ مالی هم
در واقع بگیریم از حضور اینها و فعالیت اینها. خواهش می‌کنم. نگاه کنید جناب آقای فلاحتی، بعضی از عزیزان میدونن بعضی بودجه ها روی کاغذ میاد و مصوب مجلس میشه، یعنی به تصویب مجلس میشه، ولی بعضی از بودجه ها نه. جدا از اونها، اینها میان یه کارتل ها یا هلدینگ های اقتصادی راه میندازن. مثلا دفتر تبلیغات اسلامی یک زمانی بزرگترین وارد کننده سیگار بود در ایران، همین و برندهای مختلف سیگار رو وارد میکرد و درآمدش رو برای خودشون کسب میکردن. خب اون زمانی که آیه ربانی، حسن ربانی که الان نماینده آیه خامنه‌ای در وزارت کشاورزی هستش، مسئولیت رو بر عهده داشت، این مباحث رو پیگیری میکرد و پولهای بسیار بسیار زیادی رو از این باب به دست میآوردن و اونجوری که صلاح دیدشون بود هزینه می کردن. این هزینه شاید در سرکوب مردم بود، شاید در بعضی از فرهنگ سازی هایی که خودشون می خواستن انجام می شد. سازمان تبلیغات هم در همین راستا، بلکه حالا به خود گسترده تر بودش. یک زمان آقای خاموشی بود که آقای خاموشی رو الان در اوقاف ظاهرن گذاشتنش. خاموشی دایی میثم خامنه‌ای فکر میکنم. مهدی خاموشی. بعد الان خب در اوقاف گذاشتن، حالا بخوام پیرامون اوقاف هم صحبت بکنیم، خیلی خیلی حرف زیاد هستش. مصادره اموال مردم مظلوم ما توسط همین منبع اوقاف انجام داره میشه، اینو خیلی بحث طولانی میشه، ولی اینها تعاریفشون این هستش که تفکر فقط تفکر ولی فقیه و ولی هم به اصطلاح خودشون ولی امر مسلمین و هر هزینه‌ای حاضرم بکنم به خاطر تحقق اهدافشون. ببینید همین آقای گفتین رئیس سابق، رئیس پیشین در واقع، رئیس پیشین سازمان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه خم کی بود؟ آقای سید حسن ربانی الان دیگه نیستن در نماینده رهبرشون در وزارت جهاد کشاورزی. داستان هم این است که اینا دوره‌ایه و چنان که میدانید دورش تموم شد و عوضش کردن یکی دیگر رو گذاشتن. ولی خیلی جالبه، من این نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم که همین آقای ربانی که عکسش رو دیدیم، این آقا در تمام دوره نمیدونم اختلاس چای دبش، نمیدونم و تمام خلاصه فسادهایی که وزیر جهاد کشاورزی آقای چی بود اسمش، هم من هم نیم زایمر دارم به قول آمریکایی، به هر حال وزیر جهاد کشاورزی که جابجا شد، یعنی برکنارش کردن و سه ماه پیش هم در شورای نگهبان در آغاز انتخابات مجلس شورای اسلامیشون تایید صلاحیتش کرد. باری این و همزمان دستگاه قضاییشون گفت 3 سال باید بره زندان به خاطر فقط نهادهای دامی، اختلاسی که در پیوند با نهادهای دامی کرده. در تمام این مدت این آقای ربانی که عکس شدید، این نماینده رهبر جمهوری اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی بود، اما اسمش نه جایی اومد داخل کشور که جرأت نمی‌کنن و نه در خارج از کشور که خب طبیعتاً کار تحقیقاتی خیلی خیلی مختصر و در جاهای نادری انجام میشه، شاید به این نرسیدن. حالا بگذاریم، این هم گفتم فقط محض اینکه یه مقدار آگاهیمون بره بالا در این زمینه. اما در پیوند با همین درآمدهای مالی دکتر، من عرض کنم آقای خوشبیان عزیز برای بینندگان، بعد برمیگردم خدمت شما، این انبوه دکونهایی که درست کردن مثلا NGO هستن اینا دیگه، یعنی به اونا سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد ثبت شدن و مثل خیریه ها چرا همه دزدا تو ایران خیریه دارن غیر از آدم حسابی هایی که خیریه دارن و من دستشون رو میبوسم، من کاری ندارم با اونا، در برای اونا صحبت نمی کنیم، یعنی ولی چرا همه دزدا، همه کسایی که بهش خودشون بهشون میگن مفسد، خیریه دارن؟ یکی چند تا مثلا مطلبی کاشانی، نمیدونم پناهیان، همکارش، همه این داستان ها چرا؟
چون مالیات ازشون کسر نمیشه، هر پول کثیفی رو میتونن توش ببرن، خیریه مالیات گرفته نمیشه. این یک اجتماعی بسیار مهمشه. خب این در نتیجه NGO مالیات نمیده، سازمان مردم نهاد، خیریه فلان، اینا هم به همین صورت هستن، دکونهایی دارن به این صورت. و بعد جالب اینه که اینترنتی از مردم ساده لوح پول میگیرن، یعنی میگن ما درآمدمون از کمک‌های مردمی است. هر روز و هر هفته چقدر میره به حسابشون نمیدونم، ما نشون دادیم این صفحه اینترنتی محب چیه، این سامانه محب یار، هیچ کی نمیدونه چقدر میره به حسابشون. این برای نمونه دارم عرض میکنم. اون پولا رو چه جوری چند ماه بار بین هم تقسیم میکنن، هیچ کی نمیدونه. همین سامانه محب یار که عرض میکنم، جهت دریافت هدایا و نذورات نقدی شما محبین اهل بیت علیهم السلام و نیز دریافت هزینه اردوها و به طور کلی هر گونه پرداخت اینترنتی مرتبط با هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام پیش بینی شده است. هیچ گزارش مالی نه از این مؤسسه نه از هیچ کدوم از این مراکز فساد وجود نداره. سازمان بازرسی کل کشور امور مالیاتی و غیره و غیره کشک، اینا اگه مراکز سوء استفاده مالی از مردم بدبخت و مراکز پولشویی نیست، پس چیست؟ کی میدونه چقدر پول قاچاق سرداران و نوچه های یک شبه میلیارد شده همین آخونده هر هفته و هر ماه میره به حساب این مؤسسه به عنوان همین محب یار، به عنوان کمک به محبین اهل بیت علیهم السلام. و چقدر پول کثیف تو این مراکز علیهم السلام به اصطلاح تمیز میشه؟ هیچ حساب کتابی نیست. این مملکت قاچاقچی هست. آقای خوشبایان ببخشید، این هیئت محبین اهل بیت این مال کیه؟ ارتباطاتش با کدام مسئولای حکومته؟ چون خیلی عریض طویله. خواهش میکنم. بله اجازه بدید من پیرامون سید حسن ربانی بگم در رابطه با مباحث خارج از کشور که شاید کمتر عزیزان در جریان باشن. نگاه کنین نماینده ولی فقیه در وزارت کشاورزی یکی از اون کسانیه که بابت ذبح حلال آخوند و روحانی صادر میکنه خارج از کشور، یعنی بر زمانی که میخوان باوی گوسفندی ذبح بکنن یه آخوند بالا سرشون باشه بسم الله بگن و رو به قبله باشه و از این حرفا. خب از این باب اینها صدور تفکراتشون رو میکنن و سید حسن ربانی یکی از تأثیرگذارترین افراد بود. البته قبلش آقای عالمی بود که عالمی خیلی پیر شد، بعد سید حسن ربانی اومدش. گفتم در رابطه با خارج از کشور شما فرمودید این هم به اینها چجوری دست دارن به چه عناوینی ذبح حلال آخون میفرستن اونجا به اسم ذبح حلال، بره اونجا بسم الله بگه که سر گوسفند و گاو و گوساله و اینا رو ببرن مثلا گوشتشون رو بخورن و بعدم خب ارتباطات تربیت مبلغ و تروریست و ارتباطات که دیگه میدونیم در برنامه های مختلف بارها در بارهاش گزارش داده ایم هم از همین طریق انجام می شود در سازمان های عریض و طویلی که دارن. من منتظرم که به بخشیره می بیام تو حرفتون این هیئت محبین اهل بیت رو بفرمایید. خواهش میکنم. بله حالا بابت ذبح حلال هم اگر عزیزان بخوان حقوقی که بابت هر روحانی که صادر میشه فکر میکنم الان به پول الان حدود 4000 دلار به هر روحانی داده میشه ماهیانه که صادر میشه به خارج از کشور که بیاد بیرون فقط بره سر چیز وایسه. بله بسم الله بگه نظارت داشته باشه رو به قبله باشه اون دامو بسم الله گفته بشه و رگای حیوان درست بریده از این حرفا. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید بزرگوارین. هیئت محبین اهل بیت مال آقای یه هیئتی داره آقای پناهیان بیش از 20 سال هست تقریبا شاید بیشتر از 20 سال. اینها میان دستبندی میکنن سرکوبگرا رو. خب علیرضا پناهیان خودش زیاد نمیرسه تو قم باشه، داداشش احمد پناهیان. احمد پناهیان رو قمیا میدونن یکی از سرکوبگرای درجه یک هست و اطرافیانش. و از بابت اینکه شما فرمودید نذورات بابت عرضم حضورتون کمک به مجالس اهل بیت، اینها پولهای بسیار بسیار زیادی رو به دست میارن و به صورت نامشخص هم به دست میارن.
جدا از بحث بودجه‌ای که از دولت میگیرن، اون بودجه‌های نانوشته شده. نگاه کنید یه موقع سازمان تبلیغات میاد یک مبلغی رو به عنوان هدیه به یه هیئتی میده، یه موقع مقطعی میده، ولی یه موقع مستمری میده. جدا از بحث مستمری، از مردم بند خدا بعضیاشون که ناآگاه هستن به این نحو تو اینترنتی و تو فضای مجازی پول کسب میکنن، ولی چجوری هزینه میشه؟ تمامی که شما دیدین چندین وقت پیش آیه پناهیان، آیه علیرضا پناهیان اومد گفت چرا به من میگن آپارتمان چندین، اون زمان چندین میلیاردی دارم، خب من به هم هدیه میدن. آیا واقعا اینا هدیه است یا پول هیئت محبین اهل بیت یا جاهای دیگه است داره تزریق میشه به شما؟ نظر از من این هیئت محبین اهل بیت ارزم بزرگتون که افرادی رو، من در قوم عرض میکنم، افرادی رو سرشاخه میاد میذاره و روشون سرمایه گذاری میکنه. یعنی این افراد کاری ندارن، فقط موقع اعتراضات میان شروع میکنن به زدن مردم یا مباحثی که عزیزان شاید تو ایران بهتر از من در جریان باشن چجوری مردم رو سرکوب میکنن. به شما عرض کنم که بابت هر کدوم از این افراد حقوق ماهیانه میده، حقوق ماهیانه. مثلا آقای ایکس این اینقدر مثلا به ما نزدیک ماهیانه، اینقدر باید به حسابش واریز بشه. خب چه کار میکنه؟ هیچ کار، فقط در موارد ضروری از ایشون استفاده. اینه دیدگاه هاشون و دیدگاه همون تفکرات ولایت مطلقه فقیه. بسیار خوب. ببینید میخوام یواش یواش بریم سراغ مدده‌ها. اینا اغلب نه به ویژه مدده‌ها، اینا نه تحصیلات درست حسابی دارن، نه سابقه اخلاقی واقعا قابل دفاع دارن، که یکشون حالا در قوم داریم صحبت میکنیم، یکشون هادی خادم الحسینیه. من که من نمیدونم با این پناهیان اینا کار میکنه یا نمیکنه. حالا باری من براتون میخونم که یکی از کسایش که خیلی در قوم قدرتی به هم زده و نوشته محل تولد تبریز 1357، همین آدم، همین هادی خادم الحسینی، هادی خادم بهش میگن، محل کار ستاد مردمی تکریم شهدای مدافع حرم. ایشان از سال 1378 در شهر مقدس قم مشغول تحصیل شدند. از مسئولیت‌های ایشان مسئول شبکه مرکزی خادمین راهیان نور و همچنین مسئول ستاد مردمی تکریم شهدای مدافع حرم و مسئول هیئت یا زینب از مدافعان حرم. ایشان مداح اهل بیت هم هستند. نمونه مداحی ایشان در این صفحه نوشته: سلام ای مرد خدایی، سلام ای کرب و بلایی. این یعنی این گل شعرهای مداحیش بوده گذشته ها. سلام مرد خدایی، سلام کرب و بلایی. من خواستم بگم چقدر اینا سواد دارن و چقدر مهم این گل واقعا چیزشه، سواده. حالا این هادی خادم آیه خوشفیان، این اهمیتش در قوم چیه که سرداران سپاه به خونش رفت و آمد دارن، میره سوریه، میفسنش سوریه، میاد چه میدونم و بفرمایید. بزرگوارید آقای حادیم خادم الحسینی، شما اگر ببینید یک مؤسسه ای داره که این مؤسسه هم معلوم نیست درآمدش از کجا هست. دو تا وظیفه اصلی داره حادی خادم الحسینی. حادی خادم الحسینی مستقیما با سپاه قدس همکاری میکنه، یکی از وظایفش سپاه قدس هستش و جوانهای مردم رو میفرستاد سوریه، یعنی روی فکرشون کار میکرد، میفرستاد سوریه به اسم مدافعین حرم، ولی در اصل مدافعین بشار اسد و تفکرات آقای خامنه ای. دومین وظیفه‌ای که آقای هادی خادم الحسینی داره، اینو گذاشتن مخصوص مداحا و روحانیونی که یه مقداری با رژیم جمهوری اسلامی زاویه داره و افتخار میکنه. زمانی که بنده در قوم بودم مستقیم خودش میگفت من فلان روحانی رو زدم، یا در اعتراضات
دوستان از من عکس گرفتن، عکسشو برای فرماندهانم فرستادن، هم منظور فرماندهان سپاه، درباران سپاه، مثلا 20 تا جوان رو به پا زدم، چند تا سر شکوندم. این دو تا وظیفه اصلیشه و خواه نخواه رشته هایی و افرادی زیر دستش کار میکنن، افراد بسیار تندرو. حالا با بعضی از کسانی هم که تو این راستا هستن همکاری تنگاتنگی داره هادی خادم الحسینی. هادی خادم الحسینی کمتر کسی میدونه خونش کجاست، یعنی خودش از یک نوع ترسی داره از مردم قوم، چون خیلی خیلی ظلم، یعنی داره جنایت میکنه در قوم. و جالب با یکی از دوستان که صحبت میکردم میگفتم هادی خادم الحسینی به چه نحوی، گفتی که از منفورترین افراد قوم در مردم، نه در سپاه و سپهدار رژیم، قرار گرفته. الان هادی خادم الحسینی با شخصی با داستان قبلی قوم آقای گنجی رابطه بسیار نزدیکی داشت و هر جنایتی که انجام میداد که مغایرت با قانون بود، مغایر با قانون بود، آقای گنجی براش راحت صاف میکرد و ادامه به حیاتش میداد. این هادی خادم الحسینی هستش که وظیفه اصلیش همجوری که عرض کردم، یکی برای سپاه قدس کار میکنه، یکی هم مخصوص سرکوب گذاشتنش، یعنی سازماندهی سرکوبگران که سرکوب مداها و سخنرانه هایی که یه مقداری با علی آقای خامنه‌ای زاویه دارن. مسئول هیئت یا زینب در قوم، بله من اینو به شما عرض کنم، اگر شما ببینید استقبالی از هیئتش نمیشه. شما جمعیتی نداره هیئتش، اینو به عنوان کاور میان میگم ما فلان هیئت هم داریم، بله. یعنی پیرو مکتب امام حسینی، یعنی هم پول به هر حال جمع میکنن از یه سری بازاری های طرفدار خامنه ای و هم حمایت سردار رو دارن، طبیعتاً از اونا هم ممکنه بگیرن و هم به این اسم میتونن پولشویی بکنن. هیئت ها بهترین جاست برای پولشویی. نگاه کنید جناب آقای فلاحتی عزیز، جمهوری اسلامی کاری کرده که همه چیز رو زیر سوال برده. مثلا همین هادی خادم الحسینی، وقتی که مثال دارم عرض میکنم، شما میدونید یه مراجع به حکومت نزدیک ما داریم، امثال مکارم شیرازی، نوری همدانی، وقتی که مثلا یک نفری 2 میلیارد تومان مالیات براش فریده میشه، اگر بره مثال دارم عرض میکنم 1 میلیارد خمس بده به مکارم شیرازی، مثلا 200 میلیون تومان میشه مالیاتش. یکی از اون کسانی که این کارا رو انجام میده همین هادی خادم الحسینی هستش. مثلا میره ببینه چه کسی مالیات خیلی خیلی سنگینی داره و اینو هدایت میکنه به سمت مراجع حکومتی که منتفع بشه. و چجوری منتفع میشه؟ خب عزیزانی که قوم هستن میدونن هر طلبه یا هر کسی که میگن طلبه است، اون هم ادعا داره پشت صحنه طلبه هستش، وقتی که خمسی رو ببره به دفتر مرجعی، 1/5 اون خمس رو مرجع برمیگردونه به اون. صحیح. یعنی مثلا 1 میلیارد خمس رو به دفتر نوری هم حسینی، نوری همدانی، 200 میلیونش میشه مال هادی خادم الحسینی. یکی از منابع درآمدش هم این هستش هادی خادم الحسینی. کمیسیون میگیرن، حق دلالی میگیرن در واقع. بله من. بله. ببینید یکی از کسایی که خیلی در قوم قدرتی به هم زده با همین هیئت‌ها و بسا با همین هادی خادم الحسینی هم ارتباط داشته باشه، نمیدونم شما میدانید، حمید ناطقی است. اون قولتشنی که تو درگیری‌های خیابونی هم حضور داشت، درباره او چه میدانید آقای خوشبیان؟ والا آقای حمید ناطقی یه انجیوی درست کرده به اسم انجیوی خادم الرضا، تصاویرش هم با افتخار میده بیرون، عرضم حضورتون که با محمود هاشمی شاهروی زمانی که زنده بوده که دوستان بسیار بسیار نزدیک مصطفی پور محمدی هستش، با منابع اطلاعاتی بسیار بسیار نزدیک هست و تا جایی که من در جریان هستم تا حالا بیش از 18 مرتبه خارج از کشور اعزام شده. این شخص عرضم حضورتون که بسیار قوی
داره به نفع جمهوری اسلامی کار میکنه. حالا من به شما عرض میکنم به چه نحوی. خادم الرضا یک جایی رو به اسم ورزشگاه حیدریان دهه اول محرم میگیره و اسلاید شو حمید بله ببخشید شما بفرمایید تا من بعدن صحبت کنم. معذرت میخوام. تمنا میکنم. خب این ورزشگاه حیدریان یک زمانی جمعیت خیلی زیادی جمع میشدن و انواع از علی لاریجانی بگیرین تمام اشخاص حکومتی سردمدارای رژیم جمهوری اسلامی میامدن اونجا و این مداح گنده کنه رژیم جمهوری اسلامیه. یعنی چی؟ شما ببینید زمانی که آیه مقدم رو اوائل دهه 90 ایشون دعوت میکنه، خب اوائل دهه 90 500 میلیون تومان خیلی پول زیادی بود، خیلی خیلی پول زیادی بود. میاد به عنوان سله و به عنوان پاکت، خود مداها اینجوری مرسومه توشون میگن پاکت، پاکت منبر 500 میلیون تومان میده به جواد مقدم. بابت چی؟ بابت شرکت در خادم الرضا. از کجا؟ کسی نمیدونه. 500 میلیون از پول مردم جمع نمیشه. ولی برای چی این کارو کردش؟ سال بعد شما میبینین حسین سیب سرخی رو دعوت میکنه. آیا حسین سیب سرخی همون شخصیه که معروف بین هیئتی ها میگه من مثلا با چه چه میخونم اینقدر پاکت میگیرم، بدون چهچه میخونم اینقدر پاکت میگیرم، و یکی از بی اخلاق ترین مداهای رژیم جمهوری اسلامی هست. من ایشونو میشناختم در ایران، شاهد مثالش هم اگر بخواییم عرض میکنم که یه منطقه از کاشان این بند خدا پول جور کرده بودن خیلی، حتی من شنیده بودم این آدم های ساده لوح طلاهای خانواده هاشونو فروخته بودن، ایشونو دعوت کرده بودن اون منطقه کاشان. گفتم ما یه سفره ای را درست کردیم که بعد از منبر ایشون تشریف بیارن شام بخورن. گفت شاید اون زمان مثلا میگفت ما گوشت چی درست کردیم و آوردیم سر سفره، یهو دیدیم با اخم گفت من هیچ کدوم از اینا رو نمیخورم، فقط پیتزا مل دارم. رو ما نصف شب مجبور شدیم، میگه از دوستان تو اون شهرستان نزدیک کاشان هستش، گفتیم مغازش رو باز کنه ارزاموزی پیتزا برای ایشون درست کنه. یا مثلا میگفتن یه نفری اومد با ایشون عکس بگیره، جوانای ساده لوح ما که اینها رو مقدس میکنن، اومد با ایشون عکس بگیره، ایشون لیوان آب دستش بود ریخت میش. اینا رو در مورد اخلاقیاتشون اگه بخوام صحبت کنیم از هر من شمس اینجور افراد. وقتی میگیم لات و لوتن اینا اینجوریه دیگه، اون حکومت که اینا رو پرورش میده و بعد خب مردم ساده لوحی هم که حکومت سوارشون میشه اینا هست دیگه. ببینید اگه جملتون تموم شد من میخوام درباره موضوع دیگه ازتون بپرسم. بله من این حمید، آیه حمید ناطقی رو عرض کنم. بفرمایید. آیه حمید ناطقی به اسم NGO و به اسم خادم الرضا یه جورایی این انقدر قدرت پیدا کرده، هسته یه قدرتی شده دیگه، کمتر با سازمان تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی تعامل داره. یعنی یک مرکز خودمختاری شده به خاطر نزدیکیش با مراکز امنیتی. حتی اگر شما ببینین یه مداهای از خارج از کشور میاره ایشون، از آذربایجان میاره، مثلا آیه نزار قطری رو از خود انگلستان میاره داخل ایران و هزینه آقای نظامتری همون که با میسم و مطیعی و اینا با مجید بنی فاطمی برنامه هاشون تو تلویزیون، اینو حمید ناطقی هی بولد میکنه و از بولد کردنهای اینها یاد منتفع میشه. در مدافع این حرم، در صدور تروریست و خیلی چیزهای دیگه که اگر بخوام با دوشتر تو وقتی برنامه محمد هست من زیاد فکر کنم وقت نمیشه توضیح بدم. پیرامون گروهک هایی که مثل کتاب حزب الله، حمید ناطقی با اونا چه ارتباطی داره؟ پوشویی ها با حزب الله لبنان، حمید ناطقی چه ارتباطاتی داره؟ با حوثی های یمن چه ارتباطاتی داره؟ اینا هیچ کسی چی نمیدونه و ازش نیست چیزی تو اینترنت، ولی من کاملا در جریان هستم و ایشون اسم حالا اینجا خادم الرضا به این کارها مشکل. هیئت خادم الرضای قوم. بله بله بله.
سایت پروپیمونی هم برای خودش درست کرده. ببینید این سایت افشاگر راسویاب نوشته است جواد اشعری رئیس شورای هیئت مذهبی قم، هیئات مذهبی قم، این هیئت ها نوشته این مزدور ولایت معاش رابطه بسیار نزدیک با پاسداران و فرماندهان سپاه قم داشته و نقش بسیار زیادی در سرکوب تمامی اعتراضات مردم قم دارد. وی همچنین رابطه نزدیک با مداح حکومتی عباس حیدرزاده دارد. به خاطر خوشخدمتی هایش در سرکوب اعتراضات مردمی از رانت های اقتصادی زیادی در قم استفاده می کند و و و و و به اسم مجمع عاشقان حضرت محسن فعالیت میکنند. بعد بذارین سریع بگم وبسایت حاج جواد اشعری درباره ایشان نوشته است و این مدرک کارشناسی حج و زیارت از سازمان حج و زیارت و مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه اصول دین کسب کرده است. یعنی ایشون فوق لیسانس حج و زیارت دارن و اینجوریه دارن دیگه. ایشان نزدیک به 25 سال مدیر مجمع عاشقان حضرت محسن عین در قم بوده و نزدیک به 20 سال عضو فعال شورای حیات مذهبی استان قم هستند. ایشان در سال 1384 نخبه فرهنگی کشور شناخته شده است. آقای خوشبیان درباره این جواد اشعری و عباس درزاده و این عاشقان محسن و اینا چی میدونه؟ بلا کنید عاشقان حضرت محسن هم یا حالت انجیو مانند درست کردن برای این بحث و در سال یه جلسات خصوصی میگیرن در سطح مثلا 50 نفر 100 نفر، ولی در دهه دوم محرم یا اول یا دوم، بیشتر دوم محرم، زهرا این مراسم مذهبی رو برگزار میکنن. ولی اصل کار اینها، اینا یک انجیوی هستن. جالب اینو به شما بگم، رژیم جمهوری اسلامی تو پروپاگاندا کردن خیلی خیلی استاده. مثلا اومدن محسن قرائتی رو، آقای محسن قرائتی رو میگن ایشون اصلا مال دنیا نداره، ولی خب وابستگانش ببینید تو این انجیوی عاشقان حضرت محسن چه کار میکنن. آقای نظری، اینها تو کار ساختمانسازی هستن، پشت پرده بسیار رابطه نزدیک با سرداران سپاه دارن. رابطه اینها با سرداران سپاه، عباس حیدرزاده هم که کلیپش در اومد با که میگفت مردم برین رأی بدین امام زمان منتظره و به اسم دلسوخته ازش نام میبرن. در رابطه با آقای اشعری من اینو به شما بگم، مردم عزیز قم میدونن و عرایض من و اونایی که درگیرش بودن تایید میکنن یقیناً. ایشون خب ساختمونسازی های وسیعی میکرد، از رانت ها استفاده میکرد به اسم انجوی عاشقان حضرت محسن میکنه، نه اینکه فقط میکرد. بله منظورت رو اینه که تا سال 98 که شما ایران بودین این شاهدش بودین، ولی ادامه داره دیگه این. بله بفرمایید، معذرت بکنم. هنوزم عزیزان خب در رابطه اصلا به من میگن. بله آقای رضوی هم هنوز مشغول هست و از رانت آقای محسن قرائتی داره سوء استفاده میکنه و از این حرفا. ولی آیه اشعری از این ور خب میگه برادر شهید هستن. البته ما حالا پیرامون شهید صحبت داریم که از دیدگاه فقه شیعه آیا شهید به چه کسی اطلاق میشه، اینها باید مفصلا صحبت میشه. عرضم حضورتون که جواد اشعری از طریق این ساختمان سازی پولهای بسیار گزافی رو به دست آورد و جالبه این که میگن ایشون کتاب نوشته. من یه چیزی خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، کتاب نوشتن اینا به این نحوی که مثلا یه طلبه رو پیدا میکنن هم میلیون 10 میلیون پونزن نمیدونم حالا به وزنه علمی اون طلبه نگاه میکنه، میگن یه کتاب بنویس به نام ما، به نام اون کسی که پول داده اسم رو ثبت میکنن و بعد میان میگن نخبه کشوری. نخبه در اساس اون توانایی های شخص نیست، بلکه پیرامون برشش با رژیم جمهوری اسلامی هستش، یعنی کانفرم بودنش، یعنی مد شدنش با رژیم جمهوری اسلامی هست. و جواد اشعری از این داره خیلی سوء استفاده میکنه و جواد اشعری از دوستان بسیار بسیار نزدیک آقای سعید طوسی میباشن. صحیح. خب برای همین هم مدرک فوق لیسانس حج و زیارت دارن دیگه. ببینید درباره بذارین تا در این فرصت که داریم
یه کمتر از 15 دقیقه تا پایان برنامه من چند جا دیگه هم سر بزنم ازتون بپرسم با استناد به همین سایت افشاگر راستویا درباره تشکیلات هیئتی و حزب الله مشهد که خیلی مهمه، به عبارتی دومین شهر مذهبی ایران. راستویا نوشته است محمد رضا صفائی از عناصر حزب الله مشهد و از سرکوبگران مردم، همکاری با اطلاعات استان، همکاری با هشت و شعبی عراق، مسئول هیئت روضت الشهدای مشهد، قائم مقام استانی ستاد رئیسی در سال 1400، از نزدیکان قاضی حیدری دادستان مشهد، آدرس مشهد خیابان ملا صدرا احمدآباد. درباره محمد رضا صفائی و نقشش هم در هیئت‌ها هم در سرکوب مردم چه میدانید؟ گویا او از همین حمله کنندگان و گویا که عکسش هست از حمله کنندگان به سفارت عربستان هم بوده، یعنی در تهران هم میاد به عنوان مأمور فعالیت میکنه. بفرمایید، خواهش میکنم. این محمد رضا صفائی یکی از حلقه‌های نزدیک به علم الخدا بود و اینا قبل از اینکه رژیم جمهوری اسلامی سر کار بیاد، عزیزان مشهدی حتما کسانی که میشناسن تایید میکنن علی زمان رو، نه لحاظ مالی چیزی نداشتن، ولی از بابت این که با رژیم هر روز، رژیم جمهوری اسلامی رو عرض میکنم، هر روز بیشتر مچ میشدن، عرضم حضورتون که از راندهای بیشتری استفاده میکردن. خب محمد رضا صفائی معروف بود به کسی که از مداها حق دلالی میگرفت، مثلا اشخاصی مثل جواد مقدم که زیر 500 الان، یعنی تا زمانی که من تو ایران بودم زیر 500 میلیون تومان نمیگرفت، مثلا برای 3 شب یا 5 شب باید 200 میلیون تومانش رو میداد به محمد رضا صفائی، وگرنه محمد رضا صفائی اجازه نمیداد ایشون بیاد تو مشهد بخونه. یا حسین سیبسخی، حتی عبدالرضا هلالی، این اشخاص مدعای حکومتی، مدعای غیر حکومتی هم که مرحوم سید جواد ذاکر، مرحوم حسین فیضی، اگر وقت باشه حتما من توضیح میدم که این سید جواد ذاکر رو چجوری زد و چجوری مسمومش کرد و چجوری ایشون به رحمت خدا رفت. محمد رضا صفائی، من یه خاطره عرض کنم، آقای ماهی صفت که از این شومنهای ایرانی که بحثای فان رو میگن، تو سالن بهشتی مشهد عرضم حضورتون به حمید ماهی صفت برنامه داشت. خب یه چیز طبیعی بودش، یه محمد رضا صفائی با اعوان و امثال حزب اللهیش ریختن لبیک یا خامنه ای، لبیک یا خامنه ای، صندلی ها رو شروع کردن به شکوندن و آقای ماهی صفت هم اینجوری دست به سینه بودش و فقط میخندید. و بعد از این جریان حدود شاید زیر 6 ماه بود، آیه صفائی ازش عکس در اومد که اطراف مسجد داشتن شو به خنده میکردن. البته اون چیز شخصی خودش، اشکالی نداره، خودش میدونه میخواد مشروب بخوره یا نخوره، ولی اینی که مردم رو از یک کنسرت معمولی محروم میکنه، از یک فان معمولی محروم میکنه ولی خودش شروع میکنه به مشروب خوردن، اچنین اشخاصیه و یکی از باندخارهای بسیار قوی در استان خراسان رضوی و مخصوصا مشهد، خیابان سعدی مشهد در قسمت صوتی تصویری هستنشون، خیابان سعدی پدرش اینا بودن. بله، و با پدرزن رئیسی نماینده خامنه ای در استان خراسان ارتباطات نزدیکی داره، یا یعنی تو اون مسیره، یا اینکه مثلا چه میدونم دستبندی های خودشون هستن دیگه؟ نگاه کنید، علم الهدا رو اگر بخوایم صحبت بکنیم، امپراتوری علم الهدا شاخه های مختلفی داره. البته الان که رژیم یه جورایی با زاویه پیدا کرده، اونجوری که شواهد داره نشون میده، اون باز یه مقداری این معادلات به هم خورده، ولی یکی از عوامل علم الهدا همین محمد رضا صفائی بودی که از عوامل قابل تأملش محلی از اعراب داشت میشه علم الهدا. صحیح. ببینید، اجازه بدید که باز من برم سراغ راستویاب درباره مزدور دیگر، این بار البته آخوند منبری نه مداح.
درباره حجت الاسلام یاسر خلیلی نوشته است این آخوند مزدور در قیام‌های سال 96 98 و 1401 در قم مسئول شناسایی و گزارش دادن لیدرهای معترضین به ارگان‌های امنیتی بود. او به عنوان کارشناس خانواده در شبکه‌های صدا و سیمای آخوندی در استان‌های شمال کشور دعوت می‌شود. همچنین یک بار در دهه 80 یعنی سال 89 در عربستان سعودی به عنوان عنصر مشکوک دستگیر شد و رژیم برای آزادی او اقدام کرد. البته خود این حجت الاسلام یاسر خلیلی در مصاحبه‌ای که الان داریم می‌بینین دیگه، آره، این با خبرگزاری حوزه کرده، میگه که 110 روز در عربستان زندانی بوده، اتهامی هم که بهش زدن میگه که گفته بودن که مقابل قبر پیامبر با بالا آوردن کفشش بی احترامی کرده و به تذکر ماموران هم توجه نکرده، در این حال همین بی احترامی رو مقابل قبر عمر و ابوبکر هم مرتکب شده بوده. این صحبتای خودش که عرض میکنم. آقای خوشوایان درباره یاسر خلیلی چه میدونید که این هم در سرکوب هم در داستانی که گفتیم بفرمایید؟ خواهش میکنم. نگاه کنید آقای یاسر خلیلی بچه شمال ایران هستش. ایشون از این بحث دستگیریش در عربستان کاملا سوء استفاده کرد و سکه های بسیار فراوانی رو از مراجع حکومتی گرفت. ایشون به عنوان آثار فرانسه قوه قضاییه در قم و تهران معروف هست و پول میگیره، پرونده ها رو جا به جا میکنه. اینایی که عرض میکنم من به چشم دیدم، به عینه دیدم و به شما عرض کنم از بابت اینی که بخوام عرض کنم روابطش بسیار الان زبان زد شده، روابط نامشروعش. چیزی که خودش برای من تعریف میکرد، میگفت من یک سری ویژه روحانیت داستره، ویژه روحانیت منو خواستن، من عرضم حضورتون که رفتم گفتن که چرا تو مواد مخدر مصرف میکنی، گفتم خب من نیاز دارم، میخوام بگم آخوند حکومتی اگه باشی کارت ندارم. به شما عرض کنم که من گفتم خب نیاز دارم، گفتم خب روابط نامشروع، گفتم که خب منبری هستم این شهر اون شهر میرم نیاز دارم، گفت آزادم کردم. و همون قاضی که اینها رو به من گفت شبش اومد پای منبر من. ایشون انداز فساد اخلاقی کاملا مشخصه، بعضی از کلیپ ها هم در اومده و به عنوان آثار فرانسه قوه قضاییه. و نکته قابل تأمل اینه به عنوان کارشناس مسائل خانوادگی ایشون رو تو صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی دعوت میکنن. این خیلی جالب بود وقتی که من دیدم. ببینین این همون آدمی نیست که با خواهرزاده اون تانک فرمانده سپاهی که مرد از کرونا گفتن، با خواهرزاده او ارتباط داشت، با این پخش شده بود همه جا؟ بله شما اشاره فرمودید من مجبورم عرض کنم. بله خواهرزاده ایشون دانشجو بود. ایشون زمانی که منبر در یزد میرفت، ایشون یعنی که آقای یاسر خلیلی، خب زمانی که در استان یزد منبر میرفت، چون ایشون رو دلال ها دعوتش میکنن، سواد که ندارن اینا، ولی صدای خوشی داشت، دعوتش کرده بودن یزد، خب خونه بهش داده بودن. خواهرزاده این سردار سپاه هم میاد که روابط جنسی متاسفانه روابط نامشروع برقرار میشه و خیلی سرصدا میشه و رژیم سرپوش میذاره باشه. یعنی جناب آقای فیروز آبادی بله. سردار سپاه که بله ایشون، و بعد مورد و مشکلی هم پیش نیامد، نه بین فیروز آبادی و این آخونده، نه بین نمیدونم دادگاه ویژه روحانیتشون اینا، شاید کمکش هم کردن ها. بله نگاه کنید دادگاه ویژه روحانیت اصلش فقط رو مباحث سیاسی گیر میده، بله اصلا رو مباحث اخلاقی کاری نداره. عرض کردم گفت خودش قاضی به من گفت روابط نامشروع داری، گفتم من منبری هستم از این آقای یاسر خلیلی نمیگم، من گفتم منبری هستم از این شهر به اون شهر میرم و نیاز دارم. شبش همون قاضی اومد پا منبر من. حالا همین یاسر خلیلی اگر مثل یاسر خلیلی کوچکترین صحبتی که زاویه با رژیم داشته باشن حداقل 5-6 روز بازداشتگاه هست. ببینید مداحان و منبری هایی که مدیحه‌گوی رهبر جمهوری اسلامی نیستن،
طبیعتاً اینها دستگاه‌های حکومتی رو پس می‌زنن، دستگاه‌های حکومتی هم اینا رو پس می‌زنن و حذف میشن. از اول انقلاب 57 تا نمونه‌اش کم نبود، از آیت الله برقعی گرفته تا آیت الله‌هایی که امروز هم زندانن، به ویژه در قم. مداها هم تک و توک لااقل به همین ترتیب. یعنی بیشتر اینطور که به نظر میاد، حالا کمتر از 5 دقیقه وقت داریم، آقای خوشبایان، آخوندا مداهای سنتی رو حذف میکنه رهبر، چون به ولایت و رهبریش اعتقادی ندارن. نمونه هایی رو که شما اطلاع دارین از چگونگی حذف و احیانا قتل اونا، چه آخوند چه مداه، خواهش میکنم بفرمایید. 4 دقیقه کمتر وقت داریم، من دیگه سکوت مطلق میکنم، خواهش میکنم. متشکرم. عرضم حضورتون که نگاه کنید، از اول رژیم جمهوری اسلامی اگر شما ببینید مفهوم شیخ مصطفی خبازیان رو شما ببینید، چه فشارهایی روش اومد، بعد چه کارها کرد رژیم. من اینا رو همین جور که نگاه می‌کردم، برسیم تا به مداها. مثلا مرحوم سید جواد ذاکر، مرحوم سید جواد ذاکر از این کسانی بود که واقعا اهل گرفتن پول نبود برای روزه خوندن و اعتقاداتی داشت. که مکارم شیرازی، جالب اینو به شما عرض کنم، ناصر مکارم شیرازی جواد ذاکر رو مرتد اعلام کرده بود و همین مرتد بودن که محمد رضا صفایی به خودش اجازه داد در مکتب زهرای مشهد سید جواد ذاکر رفته بود به اون نهر بگیرن بزنن و مفهومش کنن و چند وقت بعد به رحمت خدا بره. این سه جواد ذاکر. یا شما ببینید محسن فیضی که بسیار مظلومانه به رحمت خدا رفت، عرضم حضورتون که محسن فیضی شخصی بودش که خب من به خاطر مواضع امنیتی نمیتونم بگم چقدر نزدیک با ایشون، ولی من اونجا بودم. گفت شبی که دنبال محسن فیضی مستقیما از منتقدین محمود احمدی نژاد و علی خامنه‌ای بود و بسیار خانواده خوبی داشتن، خانواده معمولی و مداح بودن سنتی، شبش به گفته یکی از نزدیکانش که بنده کاملا در جریان هستم، چند شب بعد از اینکه نقد میکنه محمود احمدی نژاد رو، حسین سیب‌سرخی میاد دنبالش یه چند ساعتی این بیرون از خونه و بعد با بدن مجروح میاد و چندین مدت بعدش محسن فیضی، حالا چندین که ظاهرن چندین ماه میشه، عرضم حضورتون که یا بیماری های مختلفی میگیره. شما ببینید الان میگن فلان زندانی سیاسی بیماری خود ایمنی فلان گرفته، بهشون دقیقا همین کارا رو میکنه و محسن فیضی هم اینجوری مسموم شد. شاید بنویسن به خاطر دلایل، ولی من کاملا به عنوان یک منبری در جریان بودم و به رحمت خدا رفت. البته چه یه مقداری طول کشید که کم کم بدنش فرسوده شد. یا شما ببینید فرزند مرحوم آیت الله شیرازی، سید محمد رضا شیرازی رو از پشت بومش میان داخل خونه، خب صورتشون مشخص موقع به رحمت خدا رفتن بودنشون که کبوده، همیشونو میزنن و سم میدن که جالبه با یکی از نزدیکانشون من صحبت میکردم، همینو بگم خدمت شما، یکی از موهای آیه سید محمد، مرحوم سید محمد رضا شیرازی رو میانن خارج از کشور که تو لابراتوار میدن و تایید میکنه ایشون مسموم شدن. بسیار ازتون سپاسگزارم. بنابراین مشکوک از قاتل محسن فیضی سیب سرخیه. این مشکوک. شبتون بخیر، ممنونم ازتون. شبتون متعالی. بریم پرده آخر. در کار دنیا حاضریم هر زحمتی رو به خود هموار کنیم تا به یه چیزی برسیم. به کار آخرت که میرسه تنبلی مالشو نداریم. زیارت عاشورا بخون هر روز، یه وقتی بگذار. بنده به بچه‌هام گفتم اول جوانیشون، گفتم بابا بشینی 40 روز زیارت عاشورا بخونید، از امام حسین رزق واسع بخواید، زندگی راحت بخواید، کل عمرتون راحت بشید. 40 روز وقت بگذار، کل عمر راحت بشید. شب و روزگار خوش.